بانک زمین دولتی سیستم جامع معلومات زمینداری است که از طریق آن با استفاده از تکنولوژی عصری زمین‌های دولتی و ملکیت‌های عامه تحت استفاده دولت تشخیص، تثبیت، نقشه‌برداری و به گونه منظم ثبت دیتابیس آنلاین گردیده و هنگام ضرورت به دسترس حکومت قرار می‌گیرد. بانک زمین دولتی بر مبنای ماده 10 و 11 قانون تنظیم امور زمینداری به هدف ثبت الکترونیکی ملکیت‌های دولتی و عامه تحت استفاده دولت طرح‌ریزی و ایجاد گردیده است. وزارت شهرسازی و اراضی من حیث نهاد فعال و معتبر حکومت در عرصه زمینداری با نظرداشت احساس مسئولیت بزرگ در قبال نسل آینده ای افغانستان، حسب استراتژی و پالیسی روشن حکومت در راستای طرح و تطبیق برنامه‌های انکشافی و اقتصادی، طرح بانک زمین دولتی را در جلسه مورخ 15 عقرب سال 1396 شورای عالی اراضی آب و محیط زیست رأی نمود که خوشبختانه مورد تایید شورا و منظوری جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور قرار گرفت. متعاقباً کار عملی ایجاد بانک زمین با کمک مالی 3 میلیون دلاری کشور دنمارک برای 2 سال و همکاری تکنیکی مؤسسه یون هبیتات توسط 119 کارمند مسلکی در 28 ولایت کشور آغاز شد. تعهد خستگی ناپذیر وزارت شهرسازی و اراضی و حمایت بیدریغ همکاران خارجی در یک سال اخیر می نماید که از ابتدای کار تا حال 4.5 میلیون جریب زمین و املاک دولتی سروی، نقشه برداری و ثبت بانک زمین گردیده است. رقمی که هر روز با امیدواری ملت به حفظ املاک بیت المال و تقویت روند طرح و تطبیق برنامه‌های انکشافی دولت می‌افزاید. از میان این رقم 359913 جریب زمین در ننگرهار، 215107 جریب زمین در بلخ، 224056 جریب زمین در کابل، 181299 جریب زمین در هرات، 162528 جریب زمین در قندهار و بقیه زمین‌های دولتی در 23 ولایت دیگر سروی و ثبت شده است. وزارت شهرسازی و اراضی همزمان با پیشرفت کار سروی و ثبت زمین‌های دولتی تا سال 1397 خورشیدی، موازی 18953 هزار جریب زمین دولتی را در 94 نوبت در 26 ولایت به نهادهای متقاضی حکومت به منظور تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه انتقال داده است. وزارت شهرسازی و اراضی من حیث نهاد خدمتگزار به مردم و دولت افغانستان صادقانه متعهد است تا وجب به وجب زمین و املاک دولتی این ثروت ارزشمند ملی افغانستان را با امانتداری کامل سروی، نقشه برداری و ثبت نموده و من حیث وجیبه ملی و نماد از کار و فعالیت صادقانه و پیشگاه ملت، دولت افغانستان و نسل‌های بعدی به ارمغان بگذارد.